سلام ستومتونای گنج، چطورید بچه‌ها؟ من ایوان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو یاله دیگه. امیدوارم هر جا که هستین حالا همتون خوب باشه، همیشه موفق باشید بچه‌ها. خب چه خبره، چیکار می‌کنید؟ بچه‌ها امروز هم اومدیم حالا در واقع یه پستی که خب شاید خیلیاتون اخیراً متوجه شدین که پیج اینستاگرام امین اینفرنو بسته شد و خلاصه که فکر کنید این همه وقت زحمت کشید برای کامیونیتی کالاف و یه سری افراد واقعاً چی بگم، یه سری افراد حسود اومدن که پیجشو بستن. حتی میگم امین اینفرنو داخل پیجش دیگه خودتونم دیدید دیگه، داخل ویدیو چقدر ناراحت بود. حالا اگه ویدیوشو ندیدید حتما ببینید و خب میدونم دیگه معمولا میبینید ویدیوهاشو بعدن ما ریاکت میدیم بهشون، ولی خلاصه خیلی بد بود این اتفاق که یه سری افرادی که خودشون شاید چیزی نشدن اومدن حسودی کردن و واقعا نمیشه، اصلا نمیدونم واقعا چی بگم اینجور افراد. و واقعا با کارهای عجیبی که انجام میدن همیشه سعی دارن مثلا از این اون بالا برن. چرا؟ چون خودشون یا توی کاری موفق نمیشن یا اصلا کاری انجام نمیدن، یعنی اینقدر ارزشو ندارن که یه کار انجام بدن و بخره اونا هم خودشون یه جوری به نوع خودشون با فعالیت خودشون میان بالا، سر همین سعی میکنن بقیه رو بکشن پایین. و خلاصه همین اتفاقی که برای پیج اینستای امین اینفرنو افتاد و خلاصه بچه ارتباطی هم همینجوری بود که چند ماه قشنگ پیجش بسته شد و پیج اصلیش هم 200 خورده هزار تا بود، اونو بس بدبخت، یعنی پیجشو بستن و بیچاره یه پیج دیگه زد، اونم حتی بستن دوباره، حالا برگشت. پیج امین اینفرنو همینجوره بچه، یعنی در واقع حالا تشخیص هویت اینا رو اوکی کنن دیگه هیچ مشکلی نداره، یعنی برمیگرده و حالا اون افرادی که ای دوستشون ازش برن بالا قشنگ حسابی فشار میخورن اون موقع. ولی خب در واقع درست نیست بچه، این آدمی که این همه زحمت کشید اینا سر کامیونیتی کالاف موبایل ایران دوباره بیاین اینجوری کنید و خلاصه واقعا خیلی بده، یعنی حرکت فقط و فقط تو ایران میفته، خیلی بده انصافا. و هر کسی هم که باشه چه خیلی ناراحت میشه، حالا چه طرف ایرانی باشه چه خارجی اصلا فرقی نداره، یعنی هم چه اتفاقی بر آدم میفته اصلا واقعا دیگه. حالا کسی مثل امین اینفرنو واقعا میگم بازم دمش گرم که اینقدر رویه داره و همچنان ادامه میده، ولی مثلا یه وقت این اتفاقو برای یه کسی که خب شاید اینجوری اینقدر معروف نباشن یا بدید خودتون یه لحظه فکر کنید بچه‌ها، کسی که مثلا زحمت میکشه و اینا کسی نمیشناستش، یعنی یک سال ویدیو میذاره حالا چه اینستا چه یوتیوب و مثلا بزنید بنش کنید، خب خلاص اون طرف این هم مدت زحمت کشه با ویدیو شما دوباره معروف نبوده، یعنی کسی نبودی که مثلا بگه من فلانی هستم سریع به حساب کنید. این آدم معمولی بوده که شروع کرد فعالیتشو از هیچی به یه جایی رسیده، مثلا میخواین اونو بند کنید چون خیلی اینجوری شدن. من خودم پیجای حتی 1000 تایی 2000 تایی من دیدم که زدن سر یه اتفاق کوچیک نمیدونم بستشون کردن نمیدونم، واقعا همچه اتفاقی من زیاد دیدم که واقعا درست نیست بچه، انجام ندید. حالا نمیگم شما انجام میدید، خلاصه اگه یه وقت به دست کسایی که همین کاره واقعا اشتباهی انجام میدن میرسه خلاصه بهشون میگم دیگه کاری نداره، این آخر عاقبت نداره براتون. و خلاصه اینجا میاد این داشمون رو میبینید که اصلا گندگن بود خلاصه. و میگم دیگه بچه اگه یه وقت این ویدیو دست کسایی میرسی که یه همچین حرکتایی دارن میزنن بدونن که حالا یه جایی 100% یه جوری براشون بالاخره جبران میشه و یه جوری هم بالاخره کمرشون رو میزنه دیگه، خدا کلی خیلی حرکت درستی نیست. و اینکه شد زدیم ریجستر نشد، یه دونه کاور شات باید به این داشون بزنیم انصافا. و خلاصه بچه‌ها فقط و فقط کی میتونه به نظرتون پیج هک کرده باشه؟ فقط و فقط میتونه کسایی باشن که از بالا رفتن اینفرنو حسادت میکنن، یعنی فقط و فقط اینجور آدما میتونن باشن. یعنی من خواستم ویدیوی امروز یه دونه ریاکت بگیرم و موکی کنم، ولی به خاطر این اتفاقی که افتاد دیگه گفتم سریع اون ویدیو رو حالا کنسل کنم و احتمالاً فردا پس فردا بزنم براتون و این ویدیو رو روال کنم دیگه. واقعا خیلی بده آدم یه همچین حرکتی رو بزنه و طرف که مثلا یک سال خورده میبینید نزدیک 300 هزار تا فالوور، خیلی یعنی واقعا کم نیست. خب ارزی انجام میدن دیگه. آن چیزی نمیشه که اونجا دو تا کلید مولایی بگیریم و واقعا هم حالا چیز خاصی نمیشه گفت. حالا هرچی هم ما بگیم از این قضیه کم نمیکنه انصافا. ولی خلاصه میگم دیگه بچه، هر کاری تو زندگی انجام بدید چه بچه خوب ثمرش رو میبینید دیگه، حالا نتیجهش رو بالاخره یه جوری میبینید و خلاصه دیگه بستگی داره شما چی کاری انجام بدید. سعی کنید همیشه بقیه رو حمایت کنید تا بخواید هیت کنید، چون با هیت کردن به اینجا نمیرسید. یا هیچ نکنید یا اصلا چیزی نگید. خب آقا ویدیو رو دوست نداری برو. من خودم همین دیروز طرف اومده بود، میگم من به خاطر اینکه گوشیم لگه و اینا دیگه خودتون میشناسید منو، خاطر این گوشیم لگه دیوایس من پوکو ام تی دی، حالا نیازی نیست خاله کامنت بگی پوکو ایکس تی دی بچه‌ها دارن ولی گوششون لگ میده. من فکر کنید پوکو ام تی دی دارم دیگه، فکر کنید دیگه چیه. و خلاصه گوشیم لگه و خیلی کامنت های هیت دریافت کردم، نمونهش همین دیروز پیروز که مثلا داخل کامنت ها نوشته بودن چقدر نوبی و نوب میزنه فلان و فوش داده بود. این طرف الکی اومده بودن فوش داده بود سر ایتی، مثلا چرا باید یکی بیاد ببینیم الکی فوش شده. خلاصه همینه دیگه، یعنی طرف اومده الکی من فوش داده بود که ببینیم دول و فلان و بیسار و خلاصه همه اینا اینجوری ان. یعنی دوست دارن با یوتیوبرهای دیگه فقط با هیت کردنشون یه جوری ارتباط برقرار کنن که مثلا دوئل بزنن، یعنی خوششون میاد اینجوری. ولی خب من اهمیت ندادم، یعنی فقط اهمیت همیشه هم گفتم اینجور آدما رو فقط اهمیتن و مهم نیستن. خلاصه همینه دیگه، یعنی هر کسی کلا تو هر زمینه هیت پیدا میکنه. سیتر اینجا بچا هم زدمش هم خوردم پشمام ریخت، یهو کلت بزنیمش اومدیم این بر خودمون رو بلند کنیم، طرف اومد ما زد دیگه. و خلاصه دیگه اینم از این موضوع دیگه رسیم به آخر ویدیو. یادتون باشه حرفامو حتما گوش کنید تا ویدیو بعدی. موضوع خودتون موجود خیلی خفن عشق منید. فعلا بای بای.